انتقال اجساد طالبان از درگیری های پنچیر به شفاخانه سردار محمد داود خان کابل. بازداشت معاون پیشین قول اردوی 207 ظفر توسط طالبان. شکنجه و تیرباران دو کودک از سوی طالبان در پنچیر. جبهه وطن‌دوز به محض اعلام موجودیت طالبان را قتل عام کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. خبرگزاری رها مینویسد: منابع محلی میگویند که دگروال محمد امین برومند، معاون پیشین قول اردوی 207 ظفر، روز گذشته توسط طالبان بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. این منابع میگویند که دگروال محمد امین برومند هنگامی که با همسرش در حال رفتن به خانه اش بود در ناحیه اول شهر پل خمری ولایت بغلان توسط طالبان بازداشت شده است. گفته می شود که خانواده آقای برومند زمانی که برای کسب اطلاع از وضعیت صحی وی به حوزه امنیتی طالبان مراجعه کردند، با توهین و تحقیر نیروهای طالبان مواجه شده و بدون دریافت پاسخ از حوزه اخراج شدند. این نخستین بار نیست که نظامیان دولت پیشین از سوی طالبان بازداشت می شود. طالبان پیش از این شمار زیادی از نیروهای حکومت پیشین را بازداشت و یا حتی در بسیاری از موارد آنها را به قتل رساندند. خبرگزاری افاق همچنان می نگارد: اجساد 27 طالب از درگیری های پنچیر و شفاخانه سردار داود خان منتقل شده است. در حالی که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید هیچ درگیری در ولایت پنچیر و تخار رخ نداده است، گزارش ها که از انتقال دستکم 27 تن از اجساد نیروهای طالبان از درگیری های این ولایت به شفاخانه سردار محمد داود خان کابل است. افغانستان انترنشنال و نقل از منابع از داخل شفاخانه سردار محمد داود خان گزارش داده است که اجساد 27 تن از نیروهای طالبان توسط 3 هلیکوپتر به این شفاخانه منتقل شده و بزودی به خانواده هایشان در ولایت قندهار تحویل داده می شود. گزارش به نقل از منابع افزوده است که بیش از 10 طالب زخمی نیز در این شفاخانه بستری‌اند. گفتنی است که درگیری های مسلحانه میان جنگجویان جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود و نیروهای طالبان در ولایت پنچیر و تخار از عصر جمعه گذشته تا کنون شدت گرفته و تا کنون کنترل چندین منطقه بین طرفین دست به دست شده است. هشت صبح همچنان می نگارد: منابع محلی در ولایت پنچیر می گویند که دو کودک از سوی نیروهای طالبان در این ولایت نخست شکنجه و سپس تیرباران شدند. به گفته منابع این کودک روز یکشنبه 18 ثور با برخی از غیر نظامیان دیگر از دره عبدالله خیل ولسوالی دره بازداشت و صبح امروز اجسادشان به مردم محل تسلیم داده شده است. منابع تایید می کنند که این افراد از سوی طالبان به اتهام همکاری با نیروهای جبهه مقاومت ملی نخست شکنجه و سپس تیرباران شدند. طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. صبح امروز نیز فهرستی از کشته شدگان غیر نظامیان از سوی طالبان در پنچیر نشر شد که بر بنیاد آن 9 غیر نظامی در ولسوالی دره ولایت پنچیر از سوی طالبان کشته شدند. و در پایان اعلام موجودیت جبهه وطن دوست. گروه به نام جبهه وطن دوست علیه طالبان اعلام موجودیت کرده است. این جبهه روز دوشنبه 19 ثور با نشر خبرنامه ادعا کرده است که آنها مبارزه مسلحانه خود علیه نیروهای طالبان را در ولایت‌های کابل، غزنی و هرات آغاز کردند. این جبهه ادعا کرده است که در نخستین اقدام نظامی یک پایگاه طالبان در ولسوالی آبند ولایت غزنی مورد حمله قرار دادند. در خبرنامه این جبهه آمده است که نیروهای آنان روستای اتک ولسوالی آبند ولایت غزنی را تحت تصرف خود آوردند. بر اساس ادعای جبهه وطن دوز، درگیری آنان با طالبان در آبند 7 طالب کشته و 4 طالب دیگر کشته شدند. طالبان در غزنی تا کنون در مورد ادعای این جبهه چیزی نگفتند. این در حالی است که پیش از این نیز جبهه متعدد علیه طالبان اعلام موجودیت کرده و برخی از آنها عملا علیه طالبان می جنگند.
تشکر از توجهتون. تا درود و دیگر و درود.